جمعه 27 آذر ماه 1394 خورشیدی و 18 دسامبر 2015 میلادی. هفته پیش 21 آذر دادگاه انقلاب شهرستان سیاهکل در استان گیلان حکم سنگسار زنی رو صادر کرد. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به زن در قانون مجازات اسلامی و امشب دیگه پرده آخر رو هر جور باشه پخش میکنیم. یک نکته هم بگم قبل از اینکه شروع بکنیم که یکی از بینندگان محترم برنامه صفحه آخر در ایمیلی که فرستادن نوشتند که در برنامه‌ای که دو هفته پیش به جنبش دانشجوی اختصاص داشت، تاریخ ورود ریچارد نیکسون به ایران رو اشتباهاً 2 سال و 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد گفته اید که اشتباه است. درست میگن ایشون. حالا گرچه از کل گزارش روشن بود که اشتباه لپیه، ولی هیچ توجیهی نداره اشتباه حتی در برنامه زنده و حتی اشتباه لپی. به هر حال ما رو ببخشید. خب، چارچوب اسلام درباره زن و مرد و رابطه زن و مرد رو اجازه بدید که اول مختصراً بشنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ماندگاری، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار، قرارگاه بیت رهبر برای جنگ نرم به اصطلاح. چون پیغمبر 2 کلمه بیشتر به زن و شوهرها نفرمودن، زن اطاعت کند، مرد محبت کند. این 2 کلمه قوام زندگی ها. زن اطاعت کند، مرد محبت کند. این چارچوب اسلام. محبت مردان هم کاش آقایون بلند میگفتن یا خانوما میگفتن. یه بار دیگه بگم، زن مرد آی بارکلا، خدا از زبونتون بشنوه. خدایا به مردا توفیق محبت عنایت بفرما، به زنها هم توفیق اطاعت بیشتر عنایت بفرما. اینو اول پخش کردیم تا هم ببینیم چارچوب شست رفته فکر و مشی جمهوری اسلامی درباره نیمی از جمعیت چیست و هم یادمون بمونه که این جمع کسایی که نشستن و یادداشت برمی‌دارن می‌داشتن که دیدین از این حرفا و دعا می‌کنن که زن بیش از پیش تبعیت کنه، این جمع همین چند نفر نیستن، خلاصه است از بخشی از جامعه ما. خلاصه به هر دو موضوع خواهیم پرداخت، هم قوانین حاکم و هم جامعه محکوم. داستان این است که در قانون مجازات اسلامی که مایه و پایه همه قوانین مملکت در جمهوری اسلامی ایران، انسان وجود نداره. این اول روشن بکنیم. زن وجود داره، مرد وجود داره، پسر زیر سن تکلیف وجود داره، دختر زیر سن تکلیف وجود داره. انسان وجود نداره. برای همینه که اینقدر جمهوری اسلامی داد میزنه که ما حقوق بشر رو قبول نداریم. بشر نداریم که حقوق بشر داشته باشیم، یا زن داریم یا مرد، و تازه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان داریم. اینا با هم فرق میکنن، هر دوشون رو نمیشه، زن و مرد رو نمیشه همجوری کلی گفت انسان. زن باید تسلیم باشد، حق ندارد بگوید که منم یکی تو یکی. بله، تو یکی، مرد یکی، اما هر یکی جای خودش، هر یکی حق خودش، هر یکی وظیفه خودش. بله، حالا این حق خودش و وظیفه خودش رو قانون مشخص کرده است که صحبت میکنیم. در خدمت خانم شادی صدر هستیم، وکیل دادگستری و مدیر سازمان عدالت برای ایران. خانم صدر، خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده‌هاتون و ممنونم از اینکه از من دعوت کردین برای حضور در این. درود بر شما. ببینین، لطف کنین مقدمتاً مهمترین مفاد قانون مجازات اسلامی رو که ناظر است بر تفکیک زن و مرد، در واقع اساسش کدام هاست، کدام مواد و چیه این مواد؟
به نظرم شما بحثتون از جای خیلی خیلی خوبی شروع کردین، یعنی این نکته که اشاره کردین که ما در قانون مجازات مفهومی به اسم انسان نداریم و در بسیاری از موارد جنسیت، مذهب، حتی سن، هویت جنسیتی، همه اینها حقوق و وظایف متفاوتی رو در نظام قضایی جمهوری اسلامی که قانون مجازات هم بخشی از اون به افراد میده، خیلی نکته کلیدی و مهمیه. به همین دلیل قانون مجازات در ذات خودش، یعنی در اون چهارچوبی که قانون مجازات نوشته شده، خلاف اصل عدم تبعیض که پایه حقوق بشره، که اصل عدم تبعیض میگه که هیچ انسانی رو نباید به خاطر تمایزاتی که از نظر جنسیت یا از نظر مذهب یا از نظر نژاد یا هر نوع تمایز دیگه‌ای که داره از حقوقی محروم کرد یا تبعیضی رو براش قائل شد. حالا اگه برگردیم به قانون مجازات، مهمترین مواد بسیار تبعیض‌آمیز قانون مجازات که درش تبعیض جنسیتی خیلی آشکار هست، میتونم نام ببرم، سن مسئولیت کیفری دختران و پسران هستش. بر اساس قانون مجازات دختره که به 9 سال قمری میرسه، به سن بلوغ میرسه، یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی، به اندازه یک بزرگسال میتونه مجازات بشه. یعنی اگه دزدی کنه، که یه امریه که ممکنه خیلی از بچه‌ها از روی ناآگاهی هم انجام بدن، به همون اندازه که به یک بزرگسال با شدت و حدت برخورد میشه، با اون میتونه برخورد بشه و سایر مجازات ها. نکته بعدی که خیلی تبعیض‌آمیز هست، نسب بودن شهادت زن نسبت به مرد هست. در بسیاری از مجازات ها در شیوه اثباتشون خیلی به صراحت به شکل عریان ذکر شده که برای اثبات این جرم، مثلا به عنوان مثال، دو شاهد مرد لازمه و اگه دو شاهد مرد نشه باشیم، یک شاهد مرد و دو شاهد زن. در حال با شهادت زنها به تنهایی بسیاری از جرائم اصلا ثابت نمیشن، یعنی نه تنها ارزش شهادت زن نیست و ارزش شهادت مرد، بلکه حتی کمتر از اون در عمل میشه. یکی از موارد دیگه‌ای که هست که خیلی سرش بحث شده، بحث دیه است که حالا احتمالاً بعد بهش میرسیم و من نظرم رو خواهم گفت. یه مورد دیگه اینه که بر اساس قانون مجازات اسلامی همه زنان در فضاهای عمومی مجبور هستن که حجاب شرعی رو رعایت کنن و عدم رعایت حجاب شرعی مجازات در پیش داره، که این خودش یک تبعیض خیلی روشن هست. نکته بعدی، قوانین خیلی مواد خیلی متفاوت پراکنده هم وجود داره، مثل ماده‌ای که اجازه میده به شوهر اگر زنش رو با مرد دیگری در بستر ببینه، هر دوی اونها رو بکشه بدون اینکه هیچ مجازاتی رو متحمل بشه، یا موادی که برای پدری که دخترش رو میکشه ارفاق خیلی زیادی قائلن. و در بسیاری از موارد اینگونه پدرها که معمولا دخترشون رو به دلایل یا با توجیه ناموس یا آبرو میکشن، مجازاتی رو متحمل نخواهند شد. نکته دیگه ای که چون شما برنامه رو با شروع کردیم، بحث سنگساره. بر اساس قانون مجازات، سنگسار مجازاتی نیست که در ظاهر جنسیتی باشه، یعنی چه مردی که ازدواج کرده و چه زنی که ازدواج کرده، اگر در یک رابطه جنسی با مرد یا زنی غیر از زن و شوهرشون قرار بگیرن و این اثبات بشه، هر دو به سنگسار محکوم میشن. اجازه میفرمایید خانم صدر، عذر میخوام، اجازه میفرمایید به بحث سنگسار، یعنی به هر کدوم از این بحث ها همینجوری که تیتروار فرمودین، سنگسار هم همینجوری باز به تمام این نکات که شما فرمودین خواهیم پرداخت که هر کدوم رو باز بکنیم. حالا اگر غیر از سنگسار مورد دیگری هست بفرمایید، وگرنه برگرد. من فکر میکنم که مهمترین مواد رو من یه مروری کردم به اندازه که در حوصله این برنامه بگنجه و بیننده ها فکر میکنم خوبه که روش دونه دونه صحبت بکنیم. خب همینطور که اشاره فرمودید در مورد سنگسار، من خوب است که یک آمار کوتاهی بدم و این نکته‌ای که در مقدمه عرض کردم، یعنی سنگسار، حکم سنگسار زنی در شهرستان سیاهکل و دقیق آنچه که اعلام شده است بخونم و یه مقدار مکس کنیم، بعد برگردیم خدمت خانم شادی صدر. سازمان عفو بین الملل میگه از زمان استقرار جمهوری اسلامی، دست کم آماری که سازمان عفو بین الملل میده این است که 77 نفر در ایران سنگسار شدن. این آمار یادتون باشه که مال سال 63 به بعده، یعنی 6 سال اول انقلاب تقریبا هیچ آماری از سنگسار نداریم، در حالی که میدونیم حکم سنگسار تو همون سالا صادر شد و اجرا شد. نمونهش سنگسار 4 زن در کرمان در تیر 59 بود که همون موقع تو روزنامه ها منعکس شد و خیلی هم سر و صدا کرد.
حالا تازه ترین حکم سنگساری که اعلام شده همون که بنده اشاره کردم مال همین هفته پیش 21 آذر 94 شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان خانم عین خیر را به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم کرد. زنای محسنه یعنی رابطه جنسی زن متأهل یا مرد متأهل با کسی دیگری غیر از همسرشون. در قانون گویا آمده است که در صورتی که همون دادگاهی که حکم سنگسار صادر کرده پیشنهاد بدهد به رئیس قوه قضاییه که حکم تبدیل بشه به اعدام، مثلا حلق آویز کردن مثلا، و رئیس قوه قضاییه موافقت کنه، خب این خانم اعدام میشه به جای اینکه با سنگ کشته بشه. آدم واقعا اینا رو میگه من تنم میلرزه. انصافا شما قطعا بعضیاتون اینجوری هستین، ولی خب متاسفانه باید مجبوریم درباره این چیزا صحبت بکنیم. این چیز واقعی است که در جامعه ایران جریان داره. ولی ببینید در همین جامعه ایران با این فحشای گسترده در بالا و پایین جامعه که همه خبر داریم ازش، این چه منطق و عدالت اسلامی است که یه زنی رو تو فلان شهرستان میرین محکوم میکنین به سنگسار، بعد خودتون هر کاری دلتون میخواد میکنین، تسبیح و سجاده و ذکرتون هم همیشه سر جاشه همراهتونه. ما یه بار یک صدای ضبط شده از جناب آقای محمد شریف ملکزاده، دکتر ملکزاده معاون ریاست جمهوری سابق رو که چند ماه پیش پخش کردیم احتمالاً شنیدین، ولی جا داره اجازه بدین که برای نشون دادن فساد درون مسئولین جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه اینو باز بشنویم برگردیم. محمد شریف ملکزاده زنا نکرده به روایت شما؟ بقیه‌تون چی؟ مگه آقای ملکزاده متأهل نیست؟ زنای محسنه نکرده به روایت شما و نمی‌کنه؟ اون زن بدبختی که معلوم نیست ماجرا چه بوده، چون دادگاه علنی و عادلانه که نداریم، اون بدبخت باید حکم سنگسار از شمایی بگیره که این آقا نمونهش معاون کسی بوده است که 8 سال رئیس جمهور مملکت بوده، مملکت امام زمان، و همین الان همین آقا مشاور آیت الله شاهرودی است که 10 سال رئیس قوه قضاییه بوده. همین شاهرودی یک دوره دستور داد که دیگه سنگسار به دلیل انعکاس منفی جهانیش و بدنام شدن بیشتر جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در جهان اجرا نشه و به جاش متهم اعدام بشه. خانم صدر بفرمایید، خواهش میکنم که چرا بعد از اینکه شاهرودی چنان حکمی رو داد، دستوری رو داد، ما باز میبینیم میشنویم که حکم سنگسار صادر میشه، حالا فارغ از جزئیاتش که بعد میتونیم صحبت بکنیم. دستوری که شاهرودی داد در واقع بعد از گفتگوهای حقوق بشر ایران و اتحادیه اروپا بود در اون زمان، فکر میکنم که سال 1382 یا 83 بود، ولی قانون مجازات عوض نشد، یعنی سنگسار همچنان در قانون مجازات به عنوان یک مجازات باقی موند و طبیعتاً قضات حکم میدادن. چیزی که شاهرودی گفته بود این بود که ما اجرای حکم سنگسار رو متوقف کردیم، که بعد در عمل بلافاصله یک سال فکر می‌کنم بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد بود که ما شاهد سنگسار جعفر و محبوب عباس و محبوب در مشهد بودیم، و بعد احکام سنگساری که تو تمام این سال‌ها صادر شده بود و زندانیایی که تو زندان موندن یکی یکی براشون اجرایی صادر شد، که در اون زمان اتفاقا ما یک کمپینی رو در ایران ایجاد کردیم با کمک گروهی از وکلای داوطلب به عنوان کمپین قانون بی سنگسار. اونجا
هدف ما فقط نجات این زنها و برخی از مردها نبود، برای اینکه تعداد مردها خیلی کمتر بود، بلکه هدف ما این بود که قانون تغییر بکنه، برای اینکه ما اعتقاد داشتیم که بدون تغییر قانون با یک دستور هیچ وقت نمیشه که یک قاضی رو مجبور کرد که این کارو نکنه. به هر حال تا وقتی که مجازات زنای محسن رجم هست و سنگسار هست این اتفاق میتونه بیفته، کما اینکه دیدیم که افتاد و تو همه این سال‌ها هم افتاده. در مورد آمار من یه نکته رو بگم، به دلیل اینکه خب عفو بنما تحقیقات مفصلی کرده، اما یه نکته بسیار مهم اینه که آمار سنگسار و اجرای مجازات سنگسار همیشه جزء موارد محرمانه بوده، یعنی تا جایی که میتونستن مقامات قضایی اجازه ندادن که این آمارا به بیرون درس پیدا بکنه. سالهای اول انقلاب در شهرها، در میادین شهرها این کار میکردن، بعد که از نظر بنما برشون بچه دادنش داخل زندانها، بعد داخل زندانها هم نتونستن، در داخل قبرستانها و در فضاهای بسته ساعت 4-5 صبح اجرا کردن. اینه که ما اصلا میتونیم به این آمار اطمینان بکنیم. و بعد در صورت بر اساس این تلاش‌ها، چه تلاش‌های بین‌المللی و چه تلاش‌های داخلی، قانون مجازات تغییر کرد. قرار بود که سنگسار از قانون مجازات حذف بشه. در پیشنویس‌های اولیه اساساً مجازات رجم وجود نداره برای زنای محسنه، اما در این قانونی که الان داریم در سال 1392 در آخرین لحظات شورای نگهبان دوباره رجم رو به قانون مجازات سنگسار رو اضافه کرد به قانون مجازات، و برای همینه که الان دوباره ما میشنویم خبر اخبار پراکنده از جمله خبر این خانمی رو که در توسط دادگاه کیفری استان گیلان به سنگسار محکوم شده. بنابراین میخوام تاکید کنم که تا زمانی که این در قانون مجازات وجود داره قطعا حکم صادر میشه و احتمال اجراش هم هست. اینکه ما نمیشنویم از اینکه اجرا نشده به دلیل همون سانسور گسترده است. نکته بعدی که به نظرم بسیار مهمه، شما گفتین که دل آدم میلرزه یا تن آدم میلرزه وقتی راجع به سنگسار صحبت میکنه. من فکر میکنم که شاید خوب باشه اینجا گفته بشه که سنگسار اصلا چیه، به دلیلی که موقعی که ما تو ایران با مردم حرف میزدیم که زنی به سنگسار محکوم شده، میگفتن که خب به شوهرش خیانت کرده، حقشه سنگسارش کنن. بعد وقتی براش توضیح میدادیم سنگسار چجوریه در قانون مجازات و قوانین دیگه چجوری اجرا میشه، فاصله هر وجدان انسانی میگفت نه درسته که کار بدی کرده، خیانت کرده، ولی حقش نیست این اتفاق بیفته. وقتی توضیح میدادیم که این آدم رو کفن میکنن، میشورن مثل مرده در حالی که زنده است، کفنش میکنن و تا بالا، تا از اینجا به بالا، تا اینجا توی خاک میکننش، یعنی تا نزدیک گردن، و بعد سنگ هایی که بهش میزنن نباید یه جوری باشه که بلا فاصله بمیره، نباید، باید این مرگ تدریجی باشه و این سنگ ها به صورت تدریجی، نه اونقدر بزرگ باشه و نه اونقدر کوچیک، و به صورت تدریجی این آدم کشته بشه و نتونم فرار کنه از اون صحنه. حالا یکی دیگه از تبعیضاتی که بین زن و مرد هست که اتفاقم افتاده اینه که مرد رو اگه بخوان سنگسار کنن از کمر به پایین توی خاک میکنن، و بنابراین احتمال اینکه مرد بتونه موقعی که داره حتی سنگ بهش میخوره فرار کنه بیشتره، و طبق قانون اگه مرد بتونه فرار کنه در شرایطی اساسا دیگه بعدش مجازات نمیشه، ولی وقتی زنی رو از شونه به بالا توی خاک میکنن قطعا هیچ وقت امکان فرار از این مجازات وجود نداره. ولی در یک تصویر خیالی اگر زنم بتونه فرار بکنه دیگه مجددا نباید سنگسارش بکنن، درست عرض میکنم؟ در هر دو مورد اگه با ادله شرعی ثابت نشده باشه سنگسار، یعنی شاهدی وجود نداشته باشه، چهار شاهد عادل وجود نداشته باشه، دیگه سنگسارش نمیکنه در این فرضیه. یعنی اگر که چهار عادل شاهد عادل وجود داشته باشه مجددا سنگسار میکنن اگر فرارم بکنن، برش میگردونن به گودال مجددا و مجددا مراسم سنگسارش. ببینید در مورد همین چهار شاهد عادلی که شما فرمودین، اصولا در چه شرایطی سنگسار حکمش داده میشود؟ قطعا یکی این است که خودش اعتراف بکنه، و نمیدونم که آیا اینا لازم و ملزوم همن یا اینکه نه هر کدومش باشه، یا اینکه باید چهار تا شاهد عادل دیده باشن واقعا دقیقا این عمل زنا به اصطلاح فقها صورت گرفته است. اثبات سنگسار خیلی خیلی سخته. این چیزی هستش که همیشه هم مقامات جمهوری اسلامی میگن انقدر شریعت شرع اثبات سنگسار رو سخت کرده که امکان نداره کسی محکوم بشه. اما حالا همونطور که میگم در عمل این اتفاق نمیفته، به گونه دیگه پیش میره. یا باید چهار شاهد مرد عادل وجود داشته باشه، یا به ازای هر کدوم از مردها دو زن، یا اینکه چهار بار اون شخص متهم در مقابل قاضی در چهار جلسه جداگانه اقرار کرده
کرده باشه. ببینید خانم صاحب، معذرت میخوام، این 4 شاهد عادل مرد یا 8 عادل 8 باید دیده باشن، باید به چشم خودشون دیده باشن. یعنی باید عمل جنسی زن و مرد رو، عمل کامل جنسی زن و مرد رو باید اینا دیده باشن. دقیقاً دقیقاً، و شهادتاشون هم باید همخونی داشته باشه با هم. خب یعنی هیچ کدوم این احکام دادن قطعا درست نیست. نه بله، هیچ کدوم از این احکام، من تا حالا با این همه پرونده سنگسار مواجه بودم حتی یک مورد ندیدم که با شهادت ثابت بشه، حتی یک مورد، و به جرئت میتونم بگم اصلا چنین موردی امکان پذیر نیست. اتفاقی که میفته، اما قانون مجازات اجازه میده، حتی من یک موردم ندیدم که با 4 بار اقرار ثابت شده باشه. یعنی هیچ کسی رو ندیدم که اگر توی پلیس یا تو آگاهی زیر شکنجه اقرار کرده یا یه بار توی دادسرا اقرار کرده باشه، بعد بیاد توی دادگاه دوباره برای 4 بار در 4 جلسه. اساساً 4 جلسه نمیذارند، برگزار نمیکنند. اما اتفاقی که میفته اینه که قانون مجازات اجازه میده به قاضی که با علم خودش برسته به این نتیجه که رابطه جنسی بین این زن و مرد اتفاق افتاده و بنابراین این افراد یا اون فرد باید به مجازات سنگسار محکوم بشن. در بیشتر بالای 80% پرونده های سنگسار بر اساس تحقیقی که ما کرده بودیم با علم قاضی ثابت شده، که اساسا تو یک نظام حقوقی پیشرفته که قاضی باید درش بی‌طرف باشه کاملا ناقض بنیادی ترین اصول یک دادرسی عادلانه است، که قاضی خودش بر اساس شواهد و حالا چیزای مختلف، مثلا بعضی وقتا یه دونه عکس بوده یا یه فیلم بوده که اساسا دلیل شرعی به حساب نمیاد، یا یک بار اقرار، دو بار اقرار طرف بوده در، همونطور که گفتم، در آگاهی یا در دادسرا، حکم سنگسار به راحتی صادر کردن. به همین دلیله که در واقع اون چیزی که شما اشاره کردین که اگر که قاضی درخواست بکنه بعد از صدور حکم رجم که این حکم تبدیل بشه، در قانون مجازات فعلی اگر با عدل شرعی این حکم صادر نشده باشه، مثلا همینطور با علم قاضی ثابت شده باشه و قاضی الان درخواست کنه، سنگسار میتونه به شلاق تبدیل بشه و نه به اعدام. و خب این یه راهیه که به نظر میرسه که اگر این زنها به خصوص وکلای خوب داشته باشن میتونن ازش استفاده کنن. مسئله اینی که زنایی که همونطور که شما اشاره کردین، اون آقایی که از مقامات دولتی بود و بسیاری کسان دیگه مثل اون هیچ وقت متهم اساسا نمیشن، مشکل اینجاست. یعنی اینکه همیشه ما دیدیم زنانی که به سنگسار محکوم میشن از پایین ترین اقشار اجتماعی هن. بسیاری از اونها اصلا سواد ندارن یا فارسی بلد نیستن و اساسا هیچ نوع دسترسی به وکیل نداشتن تو کل اون روند، و برای همینه که ته داستان به سنگسار محکوم میشن. شما اگه یک کمی پول داشته باشی، یک کمی سواد داشته باشی، بتونی با یه وکیل مشورت کنی، پرونده اصلا هیچ وقت به اونجا نمیرسه که به سنگسار محکوم بشی، یا بسا رشوه بتونی بدی. اینم باز توی یک نظام قضایی فاسد که رشوه گیری و رشوه خواری به شدت جریان داره، قطعا یکی از عواملیه که باعث میشه. یا دوباره مثلا اینکه مردها میتونن چند تا زن داشته باشن، مثلا همین آقایی که شما نشون دادین. خب خیلی از مردان وقتی در با اتهام رابطه نامشروع مواجه میشن، میگن که این زن صیغه‌مون بوده، و به همین راحتی از زیر اون مجازات در میرن، در حالی که زنی که درست تو همون پرونده یا پرونده‌های دیگه هستش نمیتونه این توجیه رو بیاره. بنابراین باز دوباره اون ساختار نابرابر قانونی اینجا به ضرر زنا عمل میکنه، ضمن اینکه زنا به طور کلی کمتر پول دارن، کمتر آشنایی دارن و بسیارشون به خصوص تو حاشیه شهرها سواد ندارن. بله، حالا میرسیم باز به این نکاتی که مطرح فرمودین شما. ببینید خانم صدر فرمودن که آمار دقیق اجرای حکم سنگسار و حتی صدور حکم سنگسار رو جزو آمار محرمانه است اعلام نمی‌کنه. چرا اعلام نمی‌کنه جمهوری اسلامی؟ چون میترسه. از چی میترسه؟ ببینین، درست مثل ماجرای قصاص، مثل ماجرای دیه که نمیان درست مطرحش بکنن، اون چیزی که تو قانون هست، یه احکامی هست در قانون مجازات اسلامی که رئیس قوه قضاییه میگه اینا چون احکام قرآنی است. بارها از شیخ صادق خلخالی زیادم پرت نگفتم، شیخ صادق لاریجانی شنیدیم که چون احکام قرآنی است ما در اجراش همیشه تأکید میکنیم. اینو ببینیم برمیگرد. بحث قصاص بحث قرآنی است، این حق قصاصی که برای اولیای دم قرار داده شده، و ما از این مسئله هیچگاه عقب نشینی نخواهیم کرد.
ارزش‌های قرآنی رو پاش ایستادیم، جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسیش بر اساس شرع به موازینش عمل میکنه، به این حرف‌ها هم گوش نخواهد کرد. بله، تو همین حکم قصاص فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدن بکشد قصاص نمی شود، اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد. ببینین، ایران تنها کشوری است که پدر اگه بچه‌شو بکشه مجازات نمیشه، ولی مادر چرا؟ یک نکته دیگری را هم خانم صدر اشاره فرمودن که اگر مردی ببینه که همبستری یا رابطه جنسی همسرشو با مرد دیگری ببینه، این حقو داره که هر دوشونو بکشه. منتها اگر زن چون این چیزی رو ببینه، اولا ادعا کردنش خودش مشکلات. خانم صد، خواهش ما اول بفرمایید که اگر زن چون این چیزی رو ببینه چجوری برخورد میکنه قانون باهاش، و قانون که یعنی این چیزی که وجود داره، هم واقعیت هم قانون جمهوری اسلامی، و اینو بفرمایید تا من درباره این نکته ای که آقای لاریجانی گفتند و بعد مسئله حکم قرآنی ازتون بپرسم. خواهش میکنم. طبیعتاً اگه زن با چنین شرایطی مواجه بشه و دست به قتل شوهرش و کسی رو که با شوهرش در رخت خواب هست بزنه، مثل یک قاتل به شکل عادی مسئول محاکمه میشه و احتمال قریب به یقین اعدام خواهد شد. و نمونه هاش هم زیاد بوده. خود شما فکر میکنم که بعضی این پرونده ها رو در دست داشتین، یا اینکه تو همین سازمان عدالت برای ایران نمونه های زیادی بوده که خیلی هم سر و صدای جهانی کرده. به هر حال ببینید، اون نکته‌ای که آقای لاریجانی اشاره کرد و میکنه همیشه که حکم قرآنی است قصاص، خب آیا این تبعیضی هم که در اجرای این حکم قرآنی هست، یعنی مرد مسلمان زن غیر مسلمان نمیدونم، و بین مرد و زن اصلا همون نکته‌ای که بنده عرض کردم در مورد بچه، مثلا ما مخصوصا تو کردستان فراوان دیدیم، تو بلوچستان فراوان دیدیم که نمونه هایی بود که به خاطر اینکه مثلا دختر نافرمانی کرده به هر دلیل کشته شده توسط پدر یا مثلا جد پدری، خب مجازات نداره، ولی اگه مادرش بکشتش مادرش باید قصاص بشه، یعنی باید کشته بشه. آیا اینم حکم قرآنی است؟ ببینید، اینکه یه نکته رو ما باید یادمون نره، اینکه آقای لاریجانی تاکید میکنه که قصاص حکم قرآنه و ما هیچ جور ازش کوتاه نمیایم. تجربه 34 ساله مبارزات حقوق بشری برای تغییر این قوانین غیر عادلانه یا خلاف حقوق بشر نشون داده که جمهوری اسلامی همیشه ادعا میکنه که این قوانین بر اساس اسلامه و ما باید بهش عمل کنیم، اما در عمل وقتی از دو طرف فشار بهش میاد، یعنی چه از به طور همزمان جامعه بین المللی و همینطور اعتراضات داخلی، همیشه این دوتا وقتی وجود دارن، جمهوری اسلامی یه جایی به این نتیجه میرسه که ارزششو نداره که اینا رو حتی نگه داره، حتی شدیدترین و غلیظترین احکام شریعت و جمهوری اسلامی خیلی وقتا ازش صرف نظر کرده. من مثال سنگسار رو زدم که امکان نداشت یه روزی ما فکر کنیم که سنگسار به این آسونی تبدیل میتونه بشه به حتی مجازات مرگ یا شلاق، برای اینکه اساسا تعریف حد اونجوری که آقای لاریجانی هم همیشه میگه اینه که مجازاتی که غیر قابل تبدیله به هیچ نوع مجازات دیگه، ولی دیدیم که این کارو کردن. بنابراین این ادعا، از اون طرف میگم اگه مبارزه و اعتراض درستی وجود داشته باشه و پیگیر باشه، بارها خلافش ثابت شده. نکته بعدی این که اصولاً بحث قصاص، من فکر میکنم باید از یه زاویه دیگه ای ما بهش نگاه کنیم اگه داریم یه بحث حقوق بشری میکنیم. مجازات اعدام به هر صورت مجازاتی نیستش که با اصول حقوق بشر در سازگاری باشه. بسیاری از کشورها به همین دلیل مجازات اعدام رو لغو کردن و اتفاقا در اون کشورها آمار جرم و جنایت اومده پایین، برخلاف چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که اگه ما مجازات قصاص یا مجازات اعدام رو لغو کنیم آمار جرم و جنایت میره بالا. تجربه اینو نشون داده که اتفاقا اونجوری با بودن مجازات اعدام یا با قصاص جامعه به خشونت تمایل بیشتری پیدا میکنه. وقتی ما به بچه‌مون از کوچیکی وقتی که تو کوچه کتک میخوره میاد میگه که مامان بابا من کتک خوردم، میگیم که تو رو زدت، تو هم برو بزنش، همون کاری که با تو کرد بکن. یعنی اون اصل چشم در برابر چشم، دست در برابر دست، جان در برابر جان، در مغز همه ما رسوخ کرده و در قانون مجازات هم هستش. این دوتا اثر، یعنی در واقع یه اثر فرهنگی هم داره این قانون مجازات. این که حالا چرا پدر در واقع تقریبا مصون از مجازاته،
در این مورد به این دلیل که اتفاقا حالا به هر حال اصلیه که فقهای شیعه ادعا میکنن که از قرآن گرفتن اصل ولایت، ولایت پدر و جد پدری ولایت قهری دارن بر فرزندان، درست همونطور که ولی فقیه ولایت قهری داره بر شهروند، تمامی شهروندان ایران. ولایت قهری یعنی این که اون شخصی که ولی قهریه حاکم جان، مال و همه اون دارایی ها یا همه اون چیزی که اون آدم هست هست. بنابراین وقتی ما راجع به ولی قهری یک بچه حرف میزنیم، اگه اون ولی قهری بچه رو بکشه به دلایلی که شما گفتین، من یادم پرونده ما داشتیم در که پدر به خاطر اینکه فقط شک کرده بود که دخترش تلفنی با یه پسری حرف میزنه، سرش رو گوش تا گوش بریده بود و در نهایت فکر میکنم 3 سال حبس مجازاتی بود که این پدر گرفت. بر صورت این توجیه شرعیه که میارن، یعنی میگن که چون ولی پدر هست، ولی قهری پدر هست و مادر نیست، بنابراین مالک جان و مال بچه هست، بنابراین اگه جان و مالش رو هم بگیره نباید زیاد مجازاتی متوجهش بشه. بله، خب این تبعیض، ببینیم وقتی به ماجرای دیه میرسه، این نکات که خانم سعد فرمودن من دونه دونه سعی میکنم بهش بپردازیم، داریم فرصت باقی مانده. وقتی به ماجرای دیه یا خونبها میرسه، این تبعیض دیگه واقعا قیامت میکنه. قبلا هم من اشاره کردم، ببینید ماده 300 قانون مجازات اسلامی بخش دیات، خونبهای قتل زن مسلمان خواه عمدی باشد یا غیر عمدی 50 شتر است. ماده 435 قانون مجازات اسلامی، خونبهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان 66 شتر است. خونبهای هر دو بیضه چپ و راست مرد مسلمان 100 شتر است. این تو قانون مجازات اسلامی آمده و آقای صادق لاریجانی هم مدام بهش مینازه. کی شنیدین که یا آخونده بیاد رو منبر بگه ارزش زن نصف بیضه مرده؟ ببخشید، همین صادق لاریجانی یا برادرش ممجواد لاریجانی که از مؤدب‌ترین و خوشبیان‌ترین مسئولان جمهوری اسلامی، اینا هم حتی جرأت نکردن تا حالا یک بار بیان این مواد قانونی مهمی که باش حقوق اسلامی محقق میشه در جامعه، بیان اینا رو توضیح بدن یا حتی اشاره بکنه. این نکته‌ای که خانم سعد فرمودن من درس کردم، خب از هر ساعت من که بطرح نمی‌کنم. ببینید همین جناب قرائتی که از هر من الشمس است چهرش، همه میشناسینش و همش با هزلیات در واقع سعی میکنه احکام فقیهانه رو توجیه بکنه تو سیمای جمهوری اسلامی، هرگز به این موضوع نزدیک نشده. از هیچ منبر و مسجدی شما چون این چیزی نشنیدین، ولی این تو قانون مملکت هست که ارزش زن نصف بیضه مرد. اگه اینا قانون الهی است و آقایون بهش میبالن، چرا هیچ وقت پرتش نمیکنن؟ قاعدتا میدونن که از این ضد انسانی تر دیگه نمیشه. ببینید برای نمونه آقای قرائتی میاد میخواد تبعیض در خونبهای مرد و زن در فقر رو توضیح بده، ببینید چجوری توضیح میده. چرا اگر کسی مرد رو کش 100 تا شتر، زن رو کش 50 تا شتر، مگه خون مرد رنگین تر خانم به نفع توه؟ اگر کسی منو بکشه پول 100 تا شتر میریزه تو کیف خانم من، ولی کسی زن منه با کشه پول 50 شتر میزده به نفع توه. زنها اونجا هم که به نفعشون حالشون نیست بعضی هاشون. من هم درست پخش شد یا من درست نشدیدم. حالا بحث این است که آقای قرائتی گفتش که، حالا غیر از جمله آخرش گفتش که، استدلال آورد دیگه، گفت بابا وقتی که به تو یعنی به زن بیشتر پول میدن وقتی که مردت کشته میشه، بنابراین تو باید خوشحال باشی، اینم حالیت نیست. ببینین اگه بخوایم اینو بیاریم در بحث جدی جامعه امروز ایران، داستان این است که تبعیض جنسیتی باعث فقر اقتصادی زنان خیلی بیشتر از مردان میشه. این تبعیض جنسیتی هم که میگم از بالا بگیرین که نمیتونه رئیس دولت بشه، نمیتونه نمیدونم مجتهد بشه، نمیتونه، حالا به اجتهاد و اینا میپردازیم، و در به طور کلی در تمام ساختار اداری مملکت این تبعیض وجود داره. خب آقای قرائتی میگه آقا جان این قانون به نفع زن هاست، چون بیشتر گیرشون میاد و میتونن زندگیشون رو تأمین بکنن بهتر، آیندهشون رو تأمین کنن بهتر. درسته خانم صدر؟ حالا با همین فرض بریم جلو.
نه کاملا غلطه، به دلیل اینکه همونطور که گفتین در واقع یه جوری عوام فریبیه، یه جوری سر مردمی رو که قوانین رو نمیدونن کلا گذاشتن. یعنی حتی اگه اینو که آقای قرائتی میگه در نظر بگیریم، وقتی نگاه میکنی طبق قوانین ارث زن همیشه نصف مرد ارث میبره، در همین شرایطی که ایشون میگن اگه زن ایشون فوت کنه ایشون یک چهارم ارث از اون زن رو میبره، و اگه ایشون فوت کنه زنش یک هشتم اموال و ارث میبره. حالا اگه بچه ها باشن، برادر و خواهر باشن یا پدر مادر زنده باشن، باز دوباره هم این اموال خیلی کم و کمتر به ارث میرسه. حتی اگه کسی نباشه، یعنی فقط زن و شوهر باشن، اگه زن بمیره مرد همه اموال زن رو ارث میبره. اگر مرد بمیره زن فقط همون یک هشتم ارث میبره، بقیه‌اش میرسه به دولت. بنابراین همونطور که میبینیم اگه بحث دیه است، در واقع در کنارش بحث ارث هم باید ببینیم مثلا چقدر از این دیه رو زن به طور قانونی میتونه ارث ببره. من اجازه داشته باشم یه نکته ای رو بگم که فکر کنم که مهمه. این نکاتی که شما گفتین در مورد خونبها و اینکه دیه زن نصف دیه مرده و بحث اینکه دیه یک زن دیه در واقع زن برابر یک بیزه مرد هستش، اینا همه درسته، ولی من فکر میکنم که اون چیزی که ما باید بهش اعتراض کنیم اصل قانون قصاصه که دیه هم از اون منشعب میشه. ما باید به اصل قصاص اعتراض کنیم و به این اصل که برای جان انسانها بها بذارن و ارزش بذارن، و حالا بعد زیر مجموعش اینه که برای جان زنها نصف جان مردها ارزش قائل باشن. این کل قضیهش خلاف حقوق بشر، خلاف اصول انسانی که ما امروزه بهش نگاه میکنیم. ما نمیگیم که یک کسی که قتل کرده مجازات نکنیم، ولی وقتی بحث میشه سر این که همین الان داریم میبینیم افراد رو یا به قصاص محکوم میکنن یا اینکه به اولیای دم میگن که تو میتونی یا ببخشی یا قصاص کنی، یعنی اینکه دوباره اولیای دم رو، کسایی که یک کسیشون کشته شده، تبدیل میکنن به اینکه یا میتونی تو یه آدم دیگر رو بکشی، تصمیم بگیر راجع به جان اون آدم، یا بکشش یا پول بگیر. و بعد داریم میبینیم که از 300 میلیون و 600 میلیون و بیشتر از اون داره در واقع تجارت دیه انجام میشه، برای اینکه وقتی کل اون قانون غیر انسانیه ما با همه این ناهنجاری ها مواجهیم. یک کسی که عزیزش رو از دست داده، حالا داره سر این که 300 میلیون بگیره طرف و نبره بالای چوبه دار، یا 600 میلیون بگیره طرف و. این هیچ ربطی به جرم، پیشگیری از جرم، مجازات های عادلانه و مجازات های انسانی نداره. بنابراین وقتی ما از برابری جنسیتی دفاع میکنیم، لزوما از برابری در قوانینی که عمیقا نابرابرن یا خلاف حقوق بشرن دفاع نمی‌کنیم. من شخصا از برابری دیه دفاع نمی‌کنم، از برابری دیه زن و مرد، برای اینکه فکر می‌کنم اصل قصاص، اصل مفهومی به اسم دیه باید از بین بره. ما باید به مجازات‌های فکر کنیم که از جرائم پیشگیری بکنن، مجرم رو اصلاح کنن و جامعه بهتری رو درست کنن، نه به مجازات‌هایی که به خشونت، به انتقام‌گیری و همینطور به اینکه جامعه همچنان در این حالت عقب مونده بمونه از نظر فرهنگی دامن میزنن. خب همین نکته اثرات فرهنگی رو بزنین، یکی دو مورد هست در باید صحبت بکنیم. در واقع اساس قضیه و همه آنچه که بر سر مملکت آمده است همینه. ببینید چقدر قانون مجازات اسلامی و در واقع این پایه‌های فکری اینجور فکر کردن، این نگاه، این تو قوانین موضوعی کشور اثر میذاره. مثلا پارسال دولت و مجلس شورای اسلامی اومدن از طرح جدا کردن زنان و مردان شاغل در شهرداری تهران دفاع کردن. امروز علاوه بر دولت، 183 نماینده مجلس هم اقدام شهرداری تهران در طرح تکریم بانوان شاغل در شهرداری رو کاری ارزشمند و خداپسندانه دونسته و از اون حمایت کردن. اگر ما بخوایم فضای خانواده رو تقویت کنیم و فضای کار رو اسلامی کنیم، باید محیط کار در حد امکان تفکیک بشه و این کار است که شهرداری انجام داده. هیچ کار فوق‌العاده‌ای هم نیست، کسی رو جابجا یا اخراج یا به اصطلاح تعدیل نکردن، بلکه فضای کاری رو تفکیک کردن که این مورد استقبال هم آقایون واقع شده، هم مورد استقبال خانم‌ها واقع شده. شهرداری تهران بر حسب در واقع وظیفه‌ای که داره در ارتباط با مقام و منزلت زن و خانواده و تکریم این مقام و منزلت زن، تسهیل در فضای در واقع کاری خانم‌ها برای اینکه استعدادها درست شناسایی بشن، سر جای خودشون قرار بگیرن. این طرح مال امروز و دیروز نیست،
و بر اساس در واقع مصوبات مختلفی هم که توی نظام جمهوری اسلامی ایران هم از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامه‌های متعدد وزارت کشور که اولین بخشنامه برمیگرده به 27 سال قبل و 25/4/92 بخشنامه وزارت محترم کشور میبینید به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده، از در واقع جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تا حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه و تمام وزرا، صدا و سیما همینطور و دکتر قالیباف شهردار محترم. خب سوال این است خانم صدر که این نمونه هایی مثل اون چی که شنیدیم آیا ارتباطی داره مستقیما به قانون مجازات اسلامی و بنیادهایی که اون قانون رو در واقع تدوین کرده؟ این قانون مجازات اسلامی، این قوانینی که راجبش حرف زدیم، اینا همه توی یک چارچوبی هستش که چارچوب مشترک دارن. یعنی وقتی در قانون مجازات اسلامی شما عدم رعایت حجاب اسلامی، نه تنها عدم رعایت حجاب اسلامی رو مجازات میکنی، جرم میدونی، بلکه تظاهر به فعل حرام رو هم جرم میدونی، این در محدوده خیلی زیادی رو در بر میگیره. چون همونطور که میدونیم طبق قوانین شرعی هر نوع اختلاط غیر ضرور زن و مرد عمل حرامه، بنابراین یه همچین چیزی میتونه مجازات بشه. بعد از اون طرف میبینیم که توی شهرداری بر اساس یک آیین نامه میان بخش دیگه ای از همین طرز تفکر رو تبدیل به قانون میکنن و براش قاعده وضع میکنن. این و بعد جالبش اینجاست که توجیهش میکنن با اینکه این به نفع خانم هاست، به نفع خانواده است و همه اینها، در حالی که در عمل اون چیزی که اتفاق میفته وقتی که تفکیک جنسیتی بر انجام میشه توی فضای کاری، هر صرف نظر از این که اصلا دیدگاه این که دوباره تو همه کارمندای یه مجموعه رو زن و مرد ببینی، محرم و نامحرم ببینی و بعد سعی کنی این محرم و نامحرم با هم در تماس نباشن، یه دیدگاهیه که کلا به نظرم خیلی خیلی تحقیرآمیزه برای انسان امروزی که قراره تو فضای کاریش کار بکنه و قراره بفهمه که فضای کاری فضای کاریه و فضای روابط شخصی روابط شخصیه. اما اینو اگه بذاریم حتی کنار، تفکیک جنسیتی فضاهای کاری در عمل همواره به ضرر زنان بوده و اتفاقا این طرح شهرداری ظاهرش اینه که توجیه شده با قوانین شرعی مربوط به عدم اختلاط زن و مرد، ولی در عمل در زمره سیاست‌هایی که زنان رو داره از فضاهای کاری، از بازار کار بیشتر و بیشتر به خونه میرونه. یه مثال ساده میزنم برای اینکه متوجه بشین. توی همین شهرداری شما میرین شهرداری برای اینکه تفکیک بگیری، تفکیک ملکتو بگیری. خب در یک منطقه شهرداری، در یک منطقه کوچیک، یه دونه کارمند لازمه برای اینکه این کارو انجام بده. نمیشه که برای زنای کارمند بذارن، برای مردای کارمند بذارن. دو تا کارمند لازم نیست. بنابراین وقتی بحث تفکیک جنسیتی پیش میاد، اون وقت اولین کسی که هست میشه اون زن کارمنده. یا توی خود شهرداری همین سال گذشته ما شاهد این بودیم که بسیاری از مدیران شهرداری منشیاشون خانم بودن و بلافاصله بعد از این طرح بسیاری از اونها اخراج شدن. یعنی حاصل این گونه طرح‌ها هم باز منجر شده به تبعیض بیشتر شغلی، تبعیض علیه زنان در بازار کاری که همین الان ایران یکی از پایین‌ترین آمار اشتغال زنان به کار رو نه تنها در کل دنیا که در منطقه مصیبت زده مثل خاورمیانه داره. بله. ببینید در پیوند با حجاب اشاره کردین، نیروی انتظامی آمده آمار داده درباره به قول آقایون بد حجابی و با افتخار میگه ما در 8 ماه گذشته 40,000 خودرو رو توقیف کردیم به خاطر اینکه سرنشینش بد حجاب بوده. این آمار از جمله معانی که داره این است که هیچ جوری اون معیارهایی که آقایون میخوان در جامعه پیاده بشه پیاده نمیشه. 40,000 تا چه خودتون دارین میگین؟ 40,000 تا خودرو رو خودتون دارین میگین دیگه. و از طرف دیگه بخشی از محدودیت‌های اجتماعی زنان مستقیم به حکومت مربوط نمیشه، به توده متعصب سنتی مربوط میشه که از طریق بسیج با برنامه ریزی و حمایت آیت الله های مثل مصباح یزدی سازماندهی میشن. دیدین دیگه. چون انجام میدادن و از به این روزی که خانواده شهدا رو خون به دلشون میکنه
و شهدا رو واقعا می‌آزارد. این وضعیت رو شاهدش نبودیم. خدای از این وضعی که پیش اومده استغفار می‌کنیم. این جمع علاوه بر جمع استغفار از گناهان خودش به درگاه خداست، اومده همت جدید خودش و اراده جدید خودش رو برای انجام حکم خدا به جامعه اعلام بکند. امام فرمودند که مسئولین سر جای خودشون، حالا این جمله یادم نیست، کاراشون وظایفشون انجام بدن، مردم هم دخالت نکنن، ولی اگه دیدید از وظیفشون کوتاهی میکنن، مردم بیمسئولیت نیست. اینجوری نیست که اگر وظایف مسئولین وظایفشون انجام ندادن، در مورد عفاف و حجاب، در مورد امر معروف نهی از منکر، در مورد مفاسد اقتصادی و در مورد هر مشکل دیگری که پایه های انقلاب رو میلرزونه، واقعا پایه های انقلاب رو میلرزونه این چیزا، ما نسبت به اینا بتونیم بی تفاوت باشیم، بگیم حالا مسئولین انجام ندادن، ندادن دیگه. این هشداری است به مسئولین که مردم پای کارن، مردم پای ارزش های خودشون هستن، مردم پای اجرای قانون عفاف و حجاب، امر و نهی از منکر، مبارزه با مفاسد اقتصادی و هر چیز دیگری که این انقلاب رو تهدید کنه، مردم پاش هستن. خب این منظور از مردم همیشه روشنه که کیا هستن. به هر حال اون توده‌ای که پایه‌های، اگه بشود گفت، توده‌ای حکومت و نظام بر اونا سواره که میلیون‌ها آدم هستن، یعنی همینه که بعضن الان برنامه هم دارن نگاه میکنن و ما مخلصشون هستیم اگر که به حرفای ما درست گوش بدن و به حرفای مهمان برنامه، به گزارش‌های ما. ببینین خانم سعد، یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخرم سوال کرده در پیوند با همین نکته‌ای که بنده عرض کردم و این فیلم رو نشون دادیم. نوشته است که از مهمان برنامه بپرسید که به ما راهکاری ارائه بدید که بتونیم دیگر هموطنانمون رو قانع کنیم، بتونیم من و شما اینجور مسائل رو غیر انسانی می‌دونیم، ولی متاسفانه، یعنی همون تعبیزایی که صحبت می‌کنیم، ولی متاسفانه ذهن بسته بعضی از مردم به شدت دنبال توجیه، مثلا تو همین قضیه سنگسار توجیهاتی از این قبیل، این کار نوعی پیشگیری برای ترساندن افراد و حفظ حریم خانواده است تا دیگه هیچ زنی به شوهرش خیانت نکنه، یا از اینجور حرفا که اگر زن خودت بهت خیانت کنه چی. متاسفانه ما راه برخورد با این توجیه‌ها رو نداریم. به این بخش از جامعه چه داریم بگین شما خانم صدر؟ این بخش از جامعه به نظر من اتفاقا اون بخشی هستن که خیلی شهروندان مسئول هستن، یعنی اینکه دلشون میسوزه برای اینکه این جامعه تغییری توش ایجاد بشه، ولی شاید نمیدونن که چگونه باید جلو برن. همونطور که گفتن، من فکر میکنم که اون چیزی که بسیار مهمه اینه که ما این اصل رو در نظر بگیریم که فقط با اجرای مسئولیت‌های خودم به عنوان شهرونده، فقط با اعتراض به این قوانین ناعادلانه است که میتونیم یه تغییر ایجاد بکنیم. اما تنهایی هیچ وقت نمیشه بدون در دست داشتن اون استدلالایی که به قول ایشون لازمه. همونطور که گفتم در مورد سنگسار، ما وقتی مواجه میشدیم با مردم عادی حرف میزدیم، مواجه میشدیم با اینکه میگفتن که حق این آدماست که سنگسار بشن، ولی هیچ ذهنیتی نداشتن. گاهی ما حتی یه فیلم نشون میدادیم، فیلم سنگسار رو نشون میدادیم یه جاهایی که میتونستیم و اجازه پیدا میکردیم و کافی بود یه دقیقه اون فیلم رو دیدن، به نظرم وجدان هر کسی رو با هر نوع عقیده‌ای درد میاره از اینکه نمیخواد ببینه یک انسانی تا این حد درد میکشه. بعد بلافاصله سوال بعدی میومد که خب اینا اگه شوهرشون یا زنشون دوست نشن، خب چرا طلاق نگرفتن؟ و بعد ما جواب داشتیم، برای اینکه قوانین ایران به زنان اجازه نمیده که به راحتی طلاق بگیرن و از اون بدتر در بسیار از موارد زنایی که در خانواده سنتی زندگی میکنن، اساسا اگر بخوان طلاق بگیرن ممکنه با عواقب بسیار ناگواری روبرو بشن. بنابراین اینجوری نیست که اون زن خودش هم فکر نمیکرده حالا اگه دیگه شوهرش رو دوست نداره یا شوهرش بهش خشونت میکنه. در بسیاری از موارد شوهران این افراد این زنا رو میفروختن، مردای معتاد بودن که زنا رو میفروختن و بعد زن به خاطر اینکه توسط شوهرش فروخته شده بود به سنگسار محکوم میشد. یعنی ما داریم راجع به یه همچین مواردی حرف میزنیم. از نظر من مهمترین چیزی که میتونه که انسانها رو نزدیکتر کنه به عقایدی که ما داریم، به ایده هایی که به ایده های حقوق بشری، روایت داستان های واقعیه. این داستان ها هر روز دارن تو این جامعه اتفاق میافتن و اینکه تبلیغات دولتی باعث میشه که میلیون ها نفر، همونطور که شما گفتین، اینجوری فکر نکنن به دلیل اینکه چیز دیگه ای بهشون داده نشده و این داستان های واقعی کمک میکنه که اونا فکر کنن این شاید برای منم اتفاق بیفته یه روزی و یواش یواش
فرهنگ این جامعه تغییر بکنه. متاسفانه تغییر فرهنگی طولانی تره از تغییر قانون. برای همین ما نباید هیچ وقت یادمون بره که فشار و اعتراضمون رو برای تغییر این قوانین نباید فراموش کنیم. در بسیاری از موارد تغییر قانون فرهنگ رو هم تغییر میده. کما اینکه جمهوری اسلامی با قوانین مجازات فرهنگ این مردم رو عقب و عقب و عقب تر برد. بسیار بسیار سپاسگزار خانم شادی صد، وکیل دادگستری و رئیس و مدیر سازمان عدالت برای ایران که از لندن با ما بودن. شبتون بخیر در لندن خانم صدر. خیلی متشکرم از شما. خب ببینید، یه نکته هستش که قبل از اینکه پرده آخر رو بخوایم پخش بکنیم میخوام بگم که فقه میتونه خیلی راحت به بنبست برسه وقتی که بخوای وارد استدلال بشی. گوش بدین اینو. می‌خوام یه سوال داشتم. شما فرمودین که هر کس میتونه بره مجتهد بشه، چه مرد چه زن. بعد به اینجا میرسیم، خب بنا بر چیزی سختی هایی که داره ادعی نمیرن مجتهد بشن، من حالا بنا بر چیزی میان تقلید میکنن. بعد حالا من سوالم اینه که خانومی این زحماتو چیز میکنه بعد به درجه اجتهاد میرسه، چرا دیگران نمیتونن از اون خانم تقلید کنن؟ چرا فقط باید از مرد تقلید کنی؟ بفرمایید. مناسب هستن، مناسب اجتماعی هم که خیلی مورد رجوع مردمن، مثل قضاوت، مثل رهبر جامعه بودن و مثل مرجع تقلید بودن. معمولا خانم ها چون محدودیت دارن برای رجوع اقشار مختلف مردم، یکی از ملاحظات البته اینه، حالا بحث سطح فکر و سواد و عالمیت و اینها نیست، ممکنه واقعا یه خانم مجتهد خوبی هم باشه، اما این همه مراجعاتی که جهان اسلام و مسلمان ها به یه مرجع میکنن محدودیت هایی رو برای یه خانم ایجاد میکنه. اسلام تفاوت نیست بین مرد و زن؟ ببینید اینی که عرض کردم متمرکز نشیم، امر طبیعیه. حضرت آقای وحید خودش تفاوت دیگه. اینی که عرض کردم متمرکز نشیم به خاطر این بود که کاملا میریم به سمت مبحثی که در رابطه با حقوق زنانه. اجازه بدید از این عبور کنیم. بله بریم پرده آخر. وقتی مادر عیسی مریم مقدس اومد جلو در بیت المقدس یا بیت المقدس درد مخاز و زایمان گرفتش، ندا داده شد مریم اینجا عبادتگاه هست، زایشگاه نیست. خیلی مؤدبانه مریم رو بیرونش کردن. اما وقتی مادر امیر المؤمنین فاطمه بنت اسد علیه ما صلوات الله درد مخاز و زایمان گرفتش، اومد جلو کعبه، خدا در و وانه کرد، دیوار رو شکافت، رکن یمانی رو شکافت. آقا نوشتن سه روز خدا از اطعمه و اشربه بهشتی از فاطمه بنت اسد و پسرش امیر المؤمنین پذیرایی کرد. سه روز علی رو نبردن آسمون آدم ببینه تش، آدم اومد تو کعبه علی رو دید، نوح آمد تو کعبه علی رو دید، موسی و عیسی و ابراهیم اومدن تو کعبه علی رو دیدن، حوا و ساره و زنهای بهشتی اومدن تو کعبه علی رو دیدن، اما علی چششو به احدی وا نکرد. خدمت پیغمبر وقتی دادن این بچه رو، علی چشاشو باز کرد، سلام کرد، یا رسول الله بخوانم تورات موسی را، بخوانم انجیل عیسی را، بخوانم زبور داوود را، بخوانم قرآنی که هنوز برات نازل نشده. خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کن. شب و روزگار خوش.